عید همیشه با شور و هیاهو می آید. رنگ های جدید را با خود آورده و زندگی همه را تغییر می دهد. حیاتان را به دوغ، دکانداران را به فروش و مردم را به خرید مصروف می سازد. در بین افغان ها رواج است که با وجود مشکلات باز هم تلاش می کنند تا با خرید لباس های جدید، میوه خشک و تازه، کیک و کلچه و دیگر مواد خوراکی این روزها را به گونه دیگر تجلیل کنند. کیک و کلچه با آمد آمد عید بیشتر از هر وقت خرید و فروش می شود. میر و فقیر می توانند این مواد را خریداری کنند. قیمت آن مناسب بوده و مزه‌دار است. این یکی از فابریکه های کیک و کلچه پزی است که شماری زیادی از کارگران و ماشین‌آلات در آن مصروف آماده سازی مواد لازم برای عید می باشد. مردمی که چند روز قبل از فرا رسیدن عید مصروف تزیین دسترخوان های عیدی می باشند می گویند نظر به انانات به بازار آمده و کیک و کلچه و سایر مواد را خریداری می کنند. به گفته آنان با این کار اطفال خوشحال شده و مهمانان عزت می شوند. لکه متعین می واخسته کلچه می واخسته داس بیسکټ و داس آغا چاکلیټ و داس دی چی میله پارا نه خود نو خود داس ګډ ور شیان کنه سیستم آغا کی کی آغا واخسته رسم و رواج د اختر اختر خوشحالی د مر راځي دوس راځي بس راځي دا خود هم خلکو دا رواج دا کړ. شهر کابل بیشتر از هر وقت در این روزها بیروبار دارد. هر فرد برای دریافت چیزهای خوب و ارزان به بازارها می آیند. محمد رحیم بر رادیو آزادی گفت که قیمت هر چیز نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده. اما به گفته وی اید اید است و در هر حال چیزهایی که رواج از آن را برای خانه هایشان خریداری می کنند. والا نسبتا د قیمت سوي ورو خار شي تنن منګو تاسو ټول خبره واغه باندې تړلې ده د ډالر چټ شو یا ټیټ شو د پته په باندې تړلې ده کوم را سودا مې واخیست هم تا ته بار هغه کې کیلو کې چې خبره شل په پندوی شو په دې شو په پارک کې کېستا. در افغانستان در کنار سایر آمادگی ها مردم برای اطفال لباس های جدید خریداری کرده و برای دخترها بر علاوه لباس چوری حنا و سایر وسایل آرایش نیز خریداری می شود. مې مامور ده د لوګر ولایت اوسیدونکی یم لږ مې دغه بکري اخیستې لږ پاتې ده او له خیره سه لږ دا ماشومانو ته رختونه مختونه یو شی بل شی مې واخیستل خپله خو مې والا خالي دغه ګیره لږ جوړه کړه ځان ته مې څه شی نه دي اخیستي والا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه یې ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي نکروزي بنګړي دغه د څه سودا یې پرون کړی و څه مې له خیره سره نن وکړله. این که کار کیک و کلچپزی ها در نزدیکی عید تا چی حد خوب می باشد از محمد زمان یکی از مالکین دکان های کلچپزی پرسیدیم. وی در جواب بر رادیو آزادی گفت از دو ماه به این سو چیزهای شیرین را برای عید آماده ساخته اما درست قبل از عید همه آن به فروش رسید. تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لا کیلو نو دی یو نیم میاش کی جوړو دا تقریبا په دلاس ورځو کې بیر تام دي دکان او باسو زیات دکاندارانو ته شیرینال ته چرسیا ته ګردی زاډی ته پکتیا ته او ولایت خپل ایسې باندې خپل موټر باندې کې مغول ته د مال موږ ورکو زیات افغانان هم دی خوشاله دي یو خاطر په خاطر باندې چې خاطر ته خوشاله لري او زیات کلچې او مټایانی او تازه میوه دي بادام او کشمش دا زیات خرڅیږي دی لپاره. گفته ای وای هرچند همه چیز قیمت شده و نرخ دلار هم بلند رفته اما باز هم نسبت به سالهای گذشته فروشات بیشتر بوده است. اینکه عید سال 1394 با عید سالهای گذشته چی تفاوتی دارد محمد رحمان یکی دیگر از این کلچپزان میگوید سکاله خوشوکر الحمدلله د منګه کارخانه ډیره غټه ترقی کړې ده ماشینګری په کې زیات اسوي ده او بلګا کم ډیر زیات شوی ده د مال په جوړېدو په پرتله انداسې مالم زیات وزي اوس ګاګ زیات شوی ده ولې کال په کال د منګه وادر د ګاګ زیاتیږي. در حال حاضر کیک و کلچپزان از این موسم خوشحالند. بزرگان از تزیین دسترخوان‌های خانه‌هایشان لذت می‌برند. اما سوال اینجاست که چی سبب خوشحالی اطفال در این روزها می‌شود؟ اخته ده خوشحاله متعینی بخورم بیسکوتی بخورم پلر متعینی روڑی اخته ده خوشحاله مختر که بیسکوتی خورم. آمادگی ها برای عید سعید فطر در حال گرفته می شود که شمار زیادی از خانواده ها در افغانستان با فقر و بیچارگی و بعضی ها در مهاجرت و ناامنی ها روز شب عید را مانند روزهای دیگر سپری می کنند. از سوی دیگر علمای دین از مردم می خواهند تا خوشی های این عید را با دیگران تقسیم کرده و نظر به توان افراد فقیر و بی‌بضاعت را کمک کنند. کوچکترین اقدام شما خانه دیگر را نیز پر از شادی می سازد.